سلام به همگی به این ویدیو خیلی خوش اومدین امروز میخوام دو تا نکته طلایی بهتون بگم که کشیدگی آستین کیموناتون رو برطرف کنید اولین نکته در مورد مچ آستین هست که معمولا به سمت بالا کشیده میشه موقعی که شما خواستید الگوی آستین دم مچتون رو رسم کنید گونیا رو به این شکل لبش رو در امتداد سرشانه میذارید و به صورت قائم به این شکل مچتون رو میکشید حالت صاف نمیکشیم یک مقداری اوریب هستش و اینه که شما میتونید حتی به این قسمت به این دم مچتون یک تا یک سانتونیم اضافه کنید و به پایین موچ سفرش بکنید این مقدار رو اضافه کنید حالا اگر الگوی شما لباس شما برش داشته باشه حالا چه برش عمودی چه به صورت مورب یا اینکه قسمت پایین تر به این شکل که ما بخوام موچمون رو جدا بکنیم اینجا هم ممکنه ما یه برش داشته باشیم که این دیگه سلیقه تو همه این حالت ها ما میام چکار میکنیم برای اینکه توی این تقاطع برشمون معمولا یه کشیدگی به سمت بالا هستش یک کدوم از هر کدوم حالا این برش هایی رو که ما در نظر گرفتیم ما میایم ازش یک سانت میایم جلوتر حالا فرق نمیکنه می میتونه برش پایینی باشه که ما برره یک سانت به حالت گونی یا این رو میایم پایین و حالت اوریب یک مقداری تراحی میکنیم یک کوچولو هلالش میکنیم و این رو به انتهای برشمون وصلش میکنیم خیلی کم یه هلال خیلی ملایم به این صورت خب به این شکل حالا ما میایم این خط رو برش میزنیم وقتی که ما این خط رو برش زدیم دقیقا هم از روی خط خطی که کشیدیم برش میزنیم احتیاج داریم دوباره یه فضایی رو بهش بدیم که اون کشیدگی برطرف بشه میاییم حالا یک مقداری دیگه کاغذ الگو به الگومون اضافه میکنیم من میچسبونم الان یک مقدار میتونید حالا کاغذ رنگی هم استفاده کنین شما فرق نمیکنه این رو به کارم اضافه میکنم سرشونه رو هم حالا من میام تراحی میکنم دوباره اون اوریبش رو شکل میدم حالا وقتی که من این مقدار کاغذ رو اضافه کردم بعد از خط جدیدمون حدود هفته تا تا سان دوباره اضافه میکنیم و مثل قبلی یه هلالی رو شکل میدیم و به, تق... به اون قسمت برشمون وصل میکنیم یعنی یک فضایی رو دوباره ما ایجاد میکنیم که زمانی که ما تیکه پایین آستین به بدنه لباس وصل میشه یک فضایی رو ما دادیم اینجا اضافه کردیم که خود این فضا نیاکن این رنگ آبی رنگ فضای دومی هست که ما داریم باعث میشه که اون کشیدگی توی قسمت برش برطرف بشه این نکته خیلی مهمی هست توی آسینهای های کیمونو که اگر رعایت بکنید دیگه توی آسینهای های بارش دارتون به مشکل نمیخوری و زیبایی قشنگ تری داره به این شکل امیدوارم که از این آموزش خوشتون اومده باشه دوست داشته باشید و برای دوستان و هنرمندتون بفرستید و مرسی مثل همیشه از کانال حمایت میکنید خیلی دوستتون دارم ممنون که تا انتهای ویدیو همراه هم بودید خدا نگهدار تا آموزش بعد